این هفته آخرین هفته کاری بازار سرمایه کشورمون، ساعت هم 8:45 دقیقه است. عرض کردم در این هفته ما میخوایم چشماندازهای سال 1401 رو با هم دیگر ببینیم. برای همین از کارشناسان محترمی که در این هفته اصلا این سوالها پرسیده میشه که سال 1401 به چه ترتیب خواهد بود. امروز آقای علی سعدمندی، کارشناس ارشد مسائل مالی و اقتصادی، با ما هستند و از ایشون در مورد تصویر اقتصاد ایران در سال 1401 خواهیم پرسید. سلام، صبح بخیر آقای سعدمندی، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و مجدد اینجا هستید. از نظر شما مهمترین و تأثیرگذارترین اتفاقات اقتصادی ایران در سال 1401 چه موضوعاتی است؟ با شماییم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای طهانی و همچنین سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. تشکر میکنم از برنامه‌ای که ترتیب دادید. البته در شرایط فعلی همچنان ابهامات اقتصادی برای پیشبینی متغیرها در سال 1401 بسیار بالاست و بسیار سخته که پیشبینی کنیم که چه پیش خواهد آمد. از یک طرف وضعیت برجام رو داریم که کاملا نامشخص هست. حتی اگر برجامی تصویب بشود، سیاستگذاری ارزی کشور کاملا نامشخص هست. از طرف دیگه جنگ اوکراین هست که معلوم نیست چقدر طول بکشه. وضعیت در واقع بازار کامودیتی ها در سراسر دنیا هست که همچنان رو به رشد هست و برخی این رو به دلیل یک ابر سایکل میدونند، یک ابر چرخه میدونند که ممکنه چند سال ادامه پیدا کنه و برخی دیگر موقت میدونند. مسئله سیاستگذاری پولی در امریکا، اروپا و ژاپن هست که همچنان به دلیل ابهامی که جنگ اوکراین به وجود آورد همچنان در ابهام بزرگ قرار داره، همچنان نامشخص هست. بنابراین وضعیت فعلا نامشخص هست، ولی به نظر بنده تا 2-3 هفته دیگه شاید برخی از این متغیرها رو ما یک پاسخ قاطعی یا تقریبا پاسخی داشته باشیم که مثلا برجام آیا ممکنه به نتیجه برسه یا نه. حالا یه حال ببینید، وقتی این متغیرها رو داریم، مثلا اینکه نرخ تورم رو در مثلا بازه یک ساله پیش بینی کنیم یا نرخ ارز رو در بازه یک ساله پیش بینی کنیم تقریبا ناممکن هست، ولی سیاست‌های دولت در عرصه اقتصادی رو که ما دنبال می‌کنیم، خب یک چشم‌اندازی به ما در برخی از سیاست‌های اقتصادی میده. به عنوان مثال ممکنه که ما در سال آینده اگر به برجام برگردیم، در زمینه رشد اقتصادی به دلیل اینکه بخش نفت رشد خواهد کرد، ممکنه که این بخش در واقع تأثیر بگذاره و رشد اقتصادی ایران یک رشد بالای مثلا 7-8% شاید 10% هم باشد. اما از اون طرف شما ملاحظه فرمودید که در چند روز گذشته مسئله افزایش حداقل حقوقی که مطرح شد از سوی وزارت کار و مورد استقبال بسیار خوبی از طرف کارگران قرار گرفت، خب این پیشبینی که میشه این هست که ما بریم به سمت اینکه افزایش در واقع نرخ بیکاری داشته باشیم و بسیاری از کارگران روزمزد و کارگران ساده و کارگرانی که زندگیشون بسته به حداقل دستمزد هست، اینها کارشون رو از دست بدن. در مقابل کارگران ماهر که معمولا دستمزدی کاملا بالاتر است حداقل دستمزد دارن، احتمالاً برنده این شرایط خواهند بود. همچنین کارشناسان، مهندسان و در واقع سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات ممکنه گسترش پیدا بکنند. یعنی اینها سیاست‌های اقتصادی است که دولت در پیش گرفته و معمولاً این سیاست‌های اقتصادی فایر بک داره و آثار کاملاً متضاد با آنچه که مقصود سیاست‌گذار هست رو بر جای می‌گذارد. بنابراین الان سطح نااطمینانی نسبت به حتی یکی دو ماه پیش، وقتی ما میخواستیم دو ماه پیش وضعیت سال 1401 رو پیش بینی کنیم، شاید خیلی راحت‌تر میتونستیم صحبت کنیم تا امروز که در خدمت شما هستم، ولی امیدوارم که در یکی دو هفته آینده یک مقدار وضعیت روشن‌تر بشه و بهتر بتونیم در این موارد صحبت کنیم. البته من در مورد سیاست‌های اقتصادی باید نکات دیگری خدمتتون عرض کنم. ببینید، دولت قاطعانه در جهت تثبیت قیمتی داره حرکت میکنه و این به ضرر بازار سرمایه خواهد بود، این به ضرر سرمایه گذاری در اقتصاد خواهد بود. شما به درستی قبل از اینکه این مصاحبه آغاز بشه به درستی فرمودید که نرخ تشکیل سرمایه 10 سال هست، وارد 11 سالی میشویم که نرخ رشد تشکیل سرمایه منفیه، وارد 3 سالی میشیم که خالص تشکیل سرمایه منفی شده.
یعنی مقدار سرمایه گذاری که در کشور انجام میشه از مقدار استهلاک کمتر هست. این یعنی کشور عاقبتی نداره اصلا. دقت میفرمایید، این واقعیت های اقتصاده. منتها خب اینها رو شما مثلا بخش واقعی اقتصاد بالاخره این هست، پتانسیل خیلی بالا، قابلیت خیلی بالا داره، ما میتونیم رشد واقعی 10% یا بالای 10% و دو رقمی داشته باشیم در اقتصادمون، اینقدر اقتصاد ما آماده است برای رشد. ولی سیاست گذار متاسفانه به سمت دیگری داره حرکت میکنه که وضعیت مناسبی تا امروز متاسفانه شاهد نبودیم. باز اگر سوالی باشه من در خدمتتون هستم، بیشتر توضیح خواهم. خب شما فرمودید که دو هفته آینده یک سری از این ابهامات احتمالاً کمتر میشه. ما در دو هفته آینده باید منتظر کمتر شدن کدام ابهامات باشیم؟ به طور مشخص مسئله برجام هست که ظاهرا مذاکرات پشت پرده از طریق قطر در جریان هست و بالاخره مشخص خواهد شد که به کدام سمت حرکت میکنیم. آیا واقعا برجامی خواهیم داشت یا نخواهیم داشت؟ پیشنویس آماده شده دیگه، چک و چونه ها زده شده، یک سال روی یک پیشنویسی کار شده، بالاخره مشخص میشه که این پیشنویس میره به سطل آشغال یا این پیشنویس مبنای نقشه راهی برای گسترش روابط در آینده خواهد بود. این مسئله برجام حداقل حل بشه، بعد ما میرسیم به اینکه جهتگیری های مشخص تری در واقع از طرف دولت داشته باشیم که سال آینده به کدوم سمت قرار حرکت کنیم. فعلا جهتگیری ها عرض کردم خدمتتون، هم در زمینه تعیین حداقل دستمزد و هم در زمینه سیاست های تعزیراتی و تثبیت قیمتی جهتگیری های مناسبی متاسفانه نبوده. ولی امکان دارد که اگر برجام به عنوان مثالی مقدار وضعیتش روشن‌تر بشه و بریم به سمت برجام، ممکنه برخی از سختگیری هایی که دولت مثلا در زمینه قیمت گذاری داره انجام میده ممکنه کاهش پیدا کنه. خب میخوایم بریم راجع به همین مسئله برجام که البته در صحبت‌های شما هم این مسئله پنهان بود، من هم اینجا عنوان بکنم که برجام یک مسئله سیاسی است و ما نمیتونیم به صورت قطعی بگیم که داریمش یا نداریمش چون تا امضا نشه، چون رونمایی نشه، ولی ما فرضمون رو ان شاء الله بر این می‌ذاریم که در مسیر احیای برجام هستیم. مسیر احیای برجام یعنی اینکه نفت حدوداً 100 دلاری 90 دلاری برای ایران که نرخ خیلی خوبیه و احتمالاً با فروش نفت بالا، چون دنیا هم به نفت ایران احتیاج داره. فکر میکنید سیاستگزاران اقتصادمون در ایران با این توانگری مالی که پیدا میشه به چه ترتیبی عمل میکنن؟ لنگرسازی ارز رو خواهیم داشت و یا اینکه حالا بحث ثبات دلار در سامانه نیما هم خواهیم داشت یا به چه ترتیبی باشه؟ بله ببینید، مشکل همینجاست، وگرنه من خدمت شما میگفتم با احتمال مثلا 50% ما وارد برجام میشیم، با احتمال 50% وارد برجام نمیشیم. دو تا سناریو بود، در مورد این دو تا سناریو میتونستم خدمت شما صحبت کنم، ولی مسئله اصلی اصلا برجام نیست. مسئله اصلی واکنشی است که قرار ما به برجام نشون بدیم. حتی به نظر من از نظر اقتصادی، از نظر پیش بینی اقتصادی، اینکه به برجام برنگردیم لااقل وضعیت اقتصادی ما روشن‌تر هست تا اینکه به برجام برگردیم. حالا ببینیم با این درآمد مثلا 100 میلیارد دلاری نفت میخوایم چه کار کنیم. ببینید جناب تهانی، من دیروز هم در یک لایو این رو مطرح کردم. ببینید ما اگر قرار بود که سطح مثلا کارایی نظام حمل و نقل شهریمون رو برسونیم مثلا در سطح ژاپن که اول هست، شاید در دنیا بهترین نظام، یکی از بهترین نظام‌های در واقع حمل و نقل شهری متعلق به توکیو هست، اگر قرار بود همون نظام توکیو رو در ایران اجرا کنیم، من بعید میدونم 20 تا 30 میلیارد دلار بیشتر هزینه داشته باشه. دقت میفرمایید، ما اگر قرار بود از نظر ریلی به سطح اول دنیا برسیم، یعنی به سطح ژاپن و آلمان برسیم، من بعید میدونم که در واقع از نظر حمل و نقل باری کمتر از بعید میدونم بالاتر از مثلا 60 میلیارد دلار ما نیاز داشته باشیم. یعنی ببینید با درآمد نفتی و غیر نفتی، با درآمد ارزی که ما در 3-4 سال آینده داریم، ما میتونیم خودمون رو از نظر زیرساختا به سطح اول دنیا، تأکید میکنم به سطح اول دنیا برسونیم. یعنی بهتر از حتی مثلا همسایه ما مثلا دبی. دقت میفرمایید، از نظر مثلا زیرساخت فرودگاهی، از نظر زیرساخت بندری، با این درآمد بادآورده‌ای که داشتیم. اما تجربه گذشته واقعا تجربه بسیار تلخی هست. یعنی نه فقط ما درآمد ریالیمون رو به جای که صرف سرمایه گذاری کنیم یا اینکه حداقل بخشیش رو صرف سرمایه گذاری کنیم، کاملا این سرمایه در واقع درآمد رو صرف در واقع مصرف کردیم، که البته من رو اون بخش خیلی انقلت نمیارم، یعنی اینکه به خاطر اینکه نسل آینده احتمالا وضعش بهتر از نسل فعلی خواهد بود. ما دو نسلمون داره از بین میره، ما دهه 60 و دهه 70 مون داره از بین میره.
و هیچ کاری نمی‌کنیم. حالا سوال اینه که این درآمد نفتی رو که به دست آوردیم، آیا قرار هست مثل زمان دولت مهرورزی، مثل زمان دولت تدبیر و امید، مثل دولت‌های قبل از این، آیا بنا هست که این ارزی که به دست میاریم صرف ارزپاشی بکنیم، صرف تثبیت مصنوعی نرخ ارز بکنیم، یا اینکه نه، ما این ارز رو برای اولین بار صرف احداث زیرساخت‌ها می‌کنیم؟ ما می‌تونیم از نظر لااقل، از نظر سخت افزار، سطح کیفی بیمارستان هامون رو، البته عرض میکنم سخت افزاریشون، نرم افزاری طول میکشه تا نیروی متخصص تربیت بشه، پرستار تربیت بشه، پزشک تربیت بشه، ولی از نظر سخت افزاری ما میتونیم سطح کیفی بیمارستان هامون رو به سطح اول دنیا برسونیم. ما میتونیم سطح کیفی حمل و نقل بین شهری، حمل و نقل در این شهری رو به سطح اول دنیا برسونیم. ولی متاسفانه تصمیمی که گرفته شده در طی چند دهه گذشته تصمیم کاملا نادرستی بوده و امیدوارم ارباب رسانه به طور مشخص فعالان بازار بورس دست به دست هم بدهند، اقتصاددانان تلاش کنیم که وضعیت گذشته تکرار نشه، بریم به سمت یک کشور آباد و آزاد که فعالیت اقتصادی آزادانه شکل بگیری، از اون طرف زیرساخت‌هایی با کیفیت بسیار بالا هم در کشور داشته باشیم. خب من سوالم اینه که یعنی ما امروز می‌خوایم اینجوری با هم صحبت بکنیم، شما فکر می‌کنید با رفتاری که فعلا از این دولت در این 8-9 ماه دیدید و تصمیمات سیاست‌گذاران اقتصادیش، سال آینده چه شکلی خواهد بود؟ ما یه آرزویی داریم که این شکلی باشه، یه برنامه‌ریزی می‌کنیم که احتمالاً این شکلی میشه. می‌خوام ببینم در زمینه ارز شما فکر می‌کنید سال آینده چه شکلی میشه؟ خب ببینید جناب تمانی، شما یک مجری باهوش و قابل هستید. خب من سعی کردم یه مقداری از سوال تفره برم دیگه، خیلی مشخصه. دلیلش هم این هست که بالاخره اون چیزی که این 6-7 ماه دیدیم که یک فاجعه در سیاست گذاری اقتصادی بوده، این 6-7 ماه که متاسفانه ما کاملا سیاست‌های ضد توسعه‌ای رو متاسفانه شاهد بودیم. ولی من اصلا ناامید نیستم، یعنی چون دولت چند پارچه هست، متشتت، تشتت آرا دیده میشه. بالاخره سیاست‌های پوپولیستی وقتی که ما چندگانگی آرا داریم اول رخ پیدا میکنه، اول نمود پیدا میکنه، اول پذیرایی داره، ولی بعد از چند وقت این سیاست‌های پوپولیستی شکست خورد، همین که همین حداقل دستمزد باعث بشه که تعداد زیادی متاسفانه از کارگران محروم ما، ساده‌ترین کارگران، مشکلدارترین، ضعیفترین از نظر اقتصادی، اینها از صحنه کسب و کار حذف بشوند، خب بالاخره اون مسئول در نهایت باید پاسخگو باشه. بنابراین اون چیزی که واقعا فعلا من میبینم داره اتفاق میفته این هست که بله، ارزپاشی صورت بگیره به اسم لنگر اسمی در واقع تورم، ارز رو کنترل کنیم، از اون طرف رشد پایه‌پولی ادامه پیدا کنه. متاسفانه بودجه یک بودجه کاملا انبساطی هست، بودجه که مجلس در نهایت تصویب کرد یک بودجه کاملا تورمی و انبساطی هست. البته یک نکات مثبتی برای بازار بورس خواهد داشت، اون هم به این شرط که اعتماد به بازار برگرده. به باور بنده اگر اعتماد به بازار برگرده، با این رشد نقدینگی که داشتیم، به باور بنده، من شما خاطرتون هست جناب تهانی، من در تیر ماه و خرداد 99 شما با بنده مصاحبه کردید، بنده تلویحا هشدار دادم که اون وضعیت بازار خیلی گران هست، و حتی بعد از اون هم چند بار با بنده مصاحبه داشتید، من گفتم بازار گران هست. الان عکس اینو عرض میکنم خدمتون، بازار ارزان هست. اگر دولت ها به حمایت از بازار بپردازند، خب این بازار ارزان تبدیل میشه به یک بازار متعادل که این تقاضای ما اقتصاددانان هست. اگر نه، دولت ها بی توجهی کنند به بازار سرمایه، بله این میتونه خیلی پایین تر قرار بگیره. یعنی ببینید، یک نرخ طبیعی برای مثلا نسبت اندازه بازار به تولید ناخالص ملی هست که از 50% تا حدود 150% رو شامل میشه. یعنی اگر مثلا شاخص بورس نسبت به تولید ناخالص ملی 50% تولید ناخالص ملی باشه، اگر تولید ناخالص ملی ما الان مثلا 6 میلیون میلیارد تومان مثلا فرض کنیم، شاخص بورس میتونه 3 میلیون یا کل اندازه بازار میتونه 3 میلیون میلیارد تومان باشه، یا میتونه مثلا 9 میلیون میلیارد تومان باشه. این بستگی به این داره که دولت محترم تلاش کنه که اعتماد سرمایه‌گذار رو جلب کنه، یا سرمایه‌گذار رو حذف کنه، یا سرمایه‌گذار رو دفع کنه. اون وضعیتی که من فعلا شاهد هستم، سیاست تلویحی دولت محترم در سال آینده تشویق فرار سرمایه است متاسفانه. این خیلی برای من تأسف باره که ببینم کشورم داره در واقع نرخ خالص تشکیل سرمایهش منفیه، و متاسفانه ببینیم که فرار سرمایه به صورت دلاری داریم.
خب میخوایم بریم راجع به یک مقوله دیگه صحبت بکنیم. مثلا امروز که روزنامه ها تیتر زده بود در مورد فعالان بازار مسکن که بحثشون بر اینه که ارز 4200 تومانی که داره حذف میشه سال آینده یک سال تورمی خواهد بود و خب به هر حال یک سری صحبت ها در جامعه هست که با حذف ارز 4200 تومانی تورم گسترده ای ما در کشور شاهد خواهیم بود. از این طرف برخی از کارشناسان اعتقاد دارن که حذف این ارز نمیتونه خیلی پررنگ تورم ایجاد بکنه، چرا که قبلتر هم اصلا این عرضه کامل به مردم نمیرسیده، به در یک جایی اصلا کالاها داشته به همون عرضه بالاتر میرسیده و تازه میتونه جلوی احتکار رو بگیره و انگیزه های افزایش عرضه در بازار یعنی در کالاهای اساسی ایجاد کنه، مواردی از این دست. شما در مورد حذف عرض 4200 تومانی چی فکر میکنید؟ ببینید ما بارها این تجربیات رو داشتیم. خیلی وقتا الان حدود 50 سال است که ما یک سری عواملی رو برای تورم در نظر میگیریم در کشورمون که در تعارض و تضاد با علم روز جهانی هست و قطعا ما شکست خوردیم. ما طولانی ترین دوره تورمی تاریخ بشریت رو داریم. قطعا دیدگاهی که در جامعه ما در مورد در واقع علل تورم وجود داره کاملا نادرسته. اینو خدمت شما عرض میکنم، با قاطعیت عرض میکنم. در مورد ارز 4200، این که ارز 4200 و ارز 4200 عامل تورمه کاملا من این رو رد میکنم، ولی این که در سال بعد ما تورم داریم، بله تورم داریم، به خاطر اینکه بودجه رو مجلس به شدت انبساطی بست، به خاطر اینکه هزینه های بودجه و مصارف بودجه رو به شدت مجلس محترم افزایش داده. حالا ببینیم آیا در شورای نگهبان تایید میشه یا نمیشه. برداشت بنده این هست که حتی اگر تایید نشه بودجه سال 1401، بالاخره بخش عمدهش که تایید خواهد شد. بالاخره این روند تورمی متاسفانه هنوز متوقف نشده و دولت بنایی برای اصلاح جدی سیاست‌های تورمزا نداره. ببینید سیاست‌های تثبیت قیمتی، همین ارز 4200 و بقیه سیاست‌های تثبیت قیمتی در کوتاه مدت ضد تورمی است، در بلند مدت ابر تورمی است. من بارها روی این مسئله تاکید کردم. خدای نکرده اگر حادث بشه و اتفاق بیفته، اون وقت باید ببینیم که این افراد جوابگو هستند یا نه. ارز 4200 موجب خسران شدید اقتصاد بوده، موجب رانت پاشی بوده. این رانت پاشی چون در نهایت این رانت به صورت ریالی در اختیار افرادی قرار می گرفته که ارز 4200 دریافت می کردن. یعنی اینها به طرق مختلف ارز رو دریافت می کردن. یک کالای حالا یا وارد می کردن یا وارد نمی کردن. این ارزی که 4200 دریافت کرده بودن در نهایت تبدیل می کردن به یک ارز 18 تومانی، به یک ارز 20 تومانی تا 30 تومانی تا 34 تومانی. دقت می فرمایید. این رو ریال رو دوباره می بردن. این ریال وقتی تراکمه انباشت سرمایه شما داشته باشید در یک فرد خاص، انباشت ثروت ببخشید نه انباشت سرمایه، انباشت ثروت ریالی در یک فرد خاص یا در یک خانواده خاص داشته باشید، طبیعی است که خروج سرمایه و فرار سرمایه اتفاق میفته. همین ارز 4200 باعث شد که ما در بازار آزاد اورشوت نرخ ارز داشته باشیم و همین ارز 4200 اتفاقا باعث تورم در کشور بوده. حذف ارز 4200 یک سیاست ضد تورمی است. روی این مسئله تاکید میکنم، حتی اگر 100% اقتصاددانان، 100% فعالان اقتصادی و مردم بفرمایند که ارز حذف ارز 4200 تورمی است، من روی حرف خودم خواهم ماند که حذف ارز 4200 نه فقط تورم زا نخواهد بود، بلکه ضد تورمی است. خب من در مورد دلار یه مطلبی جا افتاده بود الان از شما بپرسم. شما احتمال میدید که سال آینده این لنگرسازی نرخ ارز اتفاق بیفته؟ این در حالیه که داریم ثبات رو در نرخ سامانه نیما میبینیم، یعنی برخی از کارشناسان عنوان میکنن این رفتار بانک مرکزی داره یک پیام رو به بازارها میده، چون بارها هم رئیس کل بانک مرکزی از پیش بینی پذیری نرخ ارز در بازار گفتن و ثبات در این بازار. آیا این اتفاقی که در سامانه نیما میفته این پیام رو نمیده که سال آینده لنگرسازی نرخ ارز رو به مانند اون مفهومی که سالهای قبل داشتیم نخواهیم داشت؟ ببینید یک اتفاق خوب میتونه البته فقط برای سال 1401 بیفته و اون هم این هست که الان نرخ ارزی که ما در بازار داریم و در سامانه نیما داریم تقریبا به نظر بنده با محاسبات بنده تقریبا معادل نرخ تعادلی بلند مدت ارز است. حالا اگر در این نرخ ارز رو تثبیت کنند، این حداقل برای سال 1401 بیماری هلندی نخواهیم داشت، عزادایی نخواهیم داشت و از این طریق، یعنی اگر این کار انجام بشه که امیدوارم انجام بشه، عقلانیت این رو میگه، اگر شما زحمت بکشید، رسانه ها زحمت بکشند و این رو بیشتر مطرح کنند، احتمالا انجام خواهد شد.
اگر در سطح 24 تومن و 25 تومن ما این ارز رو تثبیت کنیم، خب سال آینده بیماری هلندی نخواهیم داشت، بخش واقعی اقتصاد رشد میکنه، یه مقدار نااطمینانی ها هم حالا به هر طرفی که بریم یه مقدار نااطمینانی ها هم کاهش پیدا میکنه. در سال 1400 ما 50 میلیارد دلار درآمد ارزی غیر نفتی داشتیم علارغم تحریم، دقت بفرمایید. پس بنابراین اگر که ما بریم به سمت اینکه مثلا نرخ ارز بازار آزاد و مثلا یه چیزی در حدود 25 تومان تثبیت کنیم، به نظر من سیاست کاملا مبارکی خواهد بود مثلا برای سال 1401. مشکل چه هست؟ مشکل این است که معمولا سیاست‌های تثبیتی برای سال‌های بعدم ادامه پیدا می‌کنه. اون وقت در سال 1402 مثلا نرخ ارز باید 30% رشد کنه، احتمالاً باز دولت تثبیت می‌کنه، بانک مرکزی تثبیت می‌کنه، چون ذخایر ارزی هم به وفور در اختیار دارد. و اونجا هست که دوباره به تدریج بیماری هلندی ظاهر میشه، صنعت زدایی ظاهر میشه و ما ضرر میکنیم. مثلا برای کسی که میخواد سرمایه گذاری بکنه باید افق چند ساله رو اطمینان داشته باشه. از افق چند ساله من استقبال میکنم از اینکه ما در واقع پیش بینی پذیری برای نرخ ارز داشته باشیم، ولی اینکه نرخ ارز رو تثبیت کنیم برای چند سال، به نظر من باز هم همون سیاست مخرب 50 سال گذشته رو میخواهیم تکرار کنیم. بنابراین من یک مقدار مثبت هستم نسبت به این سیاست، ولی هشدارهای لازم رو هم خدمت شما دادم. خیلی ممنون آقای سعدمندی، شما یکی از کارشناسان و مهمانانی بودید در برنامه ما که هر زمانی حضور آوردید من بعدش کامنت‌های خیلی خوبی از به هر حال بینندگانمون گرفتم، از حضور شما تشکر کرده بودم. من هم از حضور شما تشکر میکنم، شما سال 1400 به ما کمک کردید، پیشاپیش سال نو رو بهتون تبریک میگم، آرزوی توفیق و آرامش برای سال 1401 برای شما دارم. از شما سپاسگزارم به خاطر برنامه خوبی که دارید و تأثیرگذار بودید در بازار سرمایه. من خیلی وقتا برنامه شما رو که میبینم واقعا کیفیت برنامه رو تحسین میکنم و امیدوارم که به این روند ادامه بدید و توفیق داشته باشید در سال آینده، حتی نفوذ بیشتری انشالله در عرصه مخصوصا در عرصه سیاست گذاری اقتصاد و بازار سرمایه داشته باشید. خدا برای شما نگهدار. آرزوی سلامتی دارم و مخصوصا برای کشور عزیزمون. خدا نگهدار. انشالله خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای علی سعدمندی، کارشناس ارشد مسائل مالی و اقتصادی، خیلی خوب، صریح و کامل. من لذت بردم، نحوه ارائه ایشون رو کلا دوست دارم، یعنی نوع ارائه و پرداخت به مطالبشون رو میپسندم و خودم هم از این بزرگواران مطلب یاد میگیرم. ساعتم 9 و 7 دقیقه صبح روز یک شنبه خدمتتون عرض کنم، 22 اسفند 1400 رو با هم هستیم.